بابک پزشکیه که به فرهنگ اشرافیت خانوادش بی‌اعتناه. اون برای اداره بیمارستان پدرش به کاشان میره و مداوای پسر درویش مسلکی رو که سرطان خون داره بر عهده میگیره. بعد از اینکه جوان اقدام به خودکشی میکنه، بابک به دامن طبیعت پناه میبره و با پسرک چوپانی زندگی میکنه. بخشایی از فیلم آدمک رو با هم تماشا میکنیم. سلام، دوشه جان. عربی سیالیم خوب نیه. راستی جد باید نگفتی علی کجا هستی؟ والا اخیاتمو نمیدونم، ولی بزرگ شده تهرونم. یه اطلاع هست اومدیم اینجا. اون شهرهی که میکشن از این شهر میگذره. یه سری کارخونه میسازن، اینجا یه شهر صنعتی میشه. ما با این سازنا دیفیر شدیم، با داشتن این دردسته همه مار بیشستن. این خودمونو خیلی خوب ببینیم. که چی؟ سلامتی نوشه جان. وقتی تو این شهر رفتم از زیاد شد مردم ترفیه هم میخوام. تو این شهرم که محل ترفیه نیم، ولی من واسه شما علم میکنم، سعی میکنم بهشون خوش بگذارم. فکر میکنم درآمدشون برک نباشه. بیا ببینم. بسی بیا با خواهد سلامتی میمونه با جونه ما با خواهد بلند شو دیگه چه دوباره صداش کن بکوری آشو بینم آشو دیگه آشو جونی آشو خودم میبرم تو اتاق بلند شو ببینم آب باریکشار فیلم انگشت نما با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1354 حجت با بازی منوچهر وثوق با عاطفه قرار گذاشته که اگر همسر مورد نظر خودش رو پیدا کرد دوستیشون رو قطع کنه حجت با معصومه با بازی حاله قرار ازدواج میذاره اما قاسم که جلال پیشواییان بازیش میکنه برای سر نگرفتن این ازدواج اسماعیل پدر معصومه رو به زندان میندازه بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم باشی معتم خانم واقعا که شیرین کاشتی حالا کس دیگه هم رفت بلد و یه تحت دایی داره بیرو درواسی بلنشه مجلس فامیلیه غریبه تومانی راست میگه مجلس یه غریبه داره اونم منم تو که صاحب خونه مشتی ببینم چی کار داری میکنی والا میخوام یه چیزی بزنم رو داشته که بچه آخه من چون وارد نمودم دست خالی اومدم تو خونه ما که از این کارا نمیشه کرد تازه اگه من رضایت بدم بابای بچه نمیذاره چرا؟ میذاره ما شاکر شما این واجد خواهم ما سلامتی شما رو بکنم خب حالا اجازه میدیم ما مرخص شیم قاسم آقا اختیار داری قصاص فیلم با بازی پوری بنایی گوگوش و ناصر ملک مطیعی
داستان دوستی مظفر و قاسمه که به خاطر دختر یه تارزن به نام توبا به هم میخوره. مظفر که قبل از این توی یه رقابت عشقی دیگه با قاسم به خاطر لعیا همسر امروز قاسم منصرف شده بود، تصمیم به ازدواج با توبا میگیره. اما حوادثی در پی این اتفاق رخ میده. بخشای از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بجون بابا بجون. اینم شد زندگی. سگ بهتر از ما زندگی میکنه. حالا تو کله سحر باید با این بدجنسا سر و کله بزنم. بجون. خدایا اگه راحتم نمیکنی مرگم بده. بفرما تو مظفر خان. بفرمی تو. بفرما. سلام. بفرمایی. سلام برو ماهت. مظفر خانم میشناسی؟ نه. نه و نجمه رفیق جونجونه ما رو نمیشناسی؟ خب نمیشناسه دیگه، من این زوره اذیتش نکن. بگی بینا این صورتاتو برو علمش کن وارشته بیا. بفرمی تو. بفرمی منظره خودتونه. نصف شبی مردم رو زابرا کردیم. خدا به داد برسه امشب از اون شباست. چشم ما روشن آقا مجفر جان. چشم دل روشن آقا جان. بفرمایید. کلبه درش. بفرمایید. 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 بشین بابا. یالا. الله یارش. خوش اومدین. بیا و کریم امانتی تو بگی. تلخکی آجریه. قربون دستیه. امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم قاسم آقا. نید بمی. ایشالله اون به زمین رسه. ایشالله بزم اینجا. بزم اینجا بابا. باری کنم. بفرمایی این مال مظفر خان گل. قربون دستم. آقا مظفر تو بفرما دیگه. چرا غریبی میکنی؟ با خونه خودت بفرما دیگه. سلامتی هرچی. توی فیلم میخک سفید ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه. محمود که خاطرخواه ستاره شده خونه‌ای مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه. از طرفی جوون دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه. فیلم میخک سفید محصول سال 1351. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نیمه چاله رو دست باچه نکن. به سلامتی همینه که همکار من گفت یک کف مرتب بزنی. نانجیب محصول سال 1351 با بازی منوچهر وثوق و پوری بناییه.
داستان راجع به اشرف با بازی پوری بناییه که با پدر پیرش زندگی میکنه. قصاب محل اشرف رو اغفال میکنه و اشرف برای رفع مشکلاتش به معتمد محل روی میاره، اما اون هم قصد سوء استفاده ازشو داره. اشرف بچه‌ای که قصد سختش رو داشته به دنیا میاره تا در نهایت احمد با بازی منوچهر وثوق از زندان آزاد میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. امروز اینجا بود با ناهید خانم رفت و من یه نیم ساعت میشنم. چرا چرا خاموش شد؟ چی شد؟ حسن بعد چی شد؟ آه دختر چرا بیش بزنی؟ هنوزم تو فکری؟ چه میشه کرد؟ چرخ و فلک دیگه این چرخ. فقط دوست دارم درست به حرفم گوش کنی. راستش من دیگه دل و دماغ کاسبی رو ندارم. خودت باید چرخ قهوه‌خونه رو بچرخونی و هر جوری عشقت ادارش کنی. میمونه مسئله طفل معصوم معصومه، اونم فعلا باید بهش برسی و تر خشکش کنی. اون پیش من امونته، این امونت و اجالت هم به دست تو میذارم. منم گواگداری بهت سر میزنم، خود دانی سربر مایی، نوکرت هم.